سلام میگم خدمت همه شما دوستان خوبی که در این برنامه با ما همراه هستید. مجموعه تلویزیونی روزهای آبی به کارگردانی محمد رضا حاجی غلامی و تهیه کنندگی پرویز امیری از پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 مصادف با عید فطر هر شب ساعت 23 از شبکه 5 سیما شروع به پخش شد. در این برنامه میخواهیم توضیحات جالبی رو درباره مراحل ساخت، بازیگران و داستان این سریال به شما عزیزان ارائه بدیم. قبل از هر چیز اگه تازه به کانال ما پیوستید خوشحال میشیم دکمه سابسکرایب رو بزنید و برای مطلع شدن از برنامه‌های جدید ما علامت زنگوله رو فعال کنید. این مجموعه نمایشی در 26 قسمت 40 دقیقه‌ای به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه 5 در ژانر کمدی و خانوادگی تولید شده که با توجه به نزدیک بودن انتخابات شوراها و ریاست جمهوری، سوژه و موضوع قصه این سریال در زمان پخشش میشه گفت مناسب این دورانه. تصویربرداری این مجموعه از پاییز سال 1399 شروع و در تهران و استان گیلان انجام شد و میشه گفت بخش زیادی از این کار در یک روستای تقریبا بکر با لوکیشن های تازه و جدید تصویر برداری شده و به دلیل قاب های زیبا و مناظر چشم نواز و حضور بازیگران ناماشنای تلویزیون میتونیم بگیم که مخاطبان سریال میتونن با داستان ها و موقعیت ها و شخصیت ها ارتباط برقرار کرده و فصل اول این مجموعه مورد توجهشون قرار بگیره. داستان سریال روزهای آبی درباره خانواده‌ایه که مادر خانواده فوت شده و پدر خانواده به دلایلی دچار مشکل مالی میشه و این در حالیه که دختر بزرگ خانواده که دختری نازپرورده است و قراره به زودی ازدواج کنه و به آلمان بره، ناچار شده برای فرار از طلبکارهای پدرش، خواهر و برادر کوچکترش رو به روستایی در شمال کشور با امکانات محدود ببره و تا زمانی که مشکل تشون کمتر بشه در اونجا سکونت داشته باشن، که این شروع یک داستان درام، فانتزی، جذاب و شیرین رو به وجود میاره. البته باید بگیم در قسمت‌های ابتدایی سریال داستان کمدی نیست و شروع داستان جدیه، اما کم کم که قصه وارد روستا میشه به دلیل بازیگرانی که به کار اضافه میشن فضای شیرینی رو خلق میکنن و یک جاهایی در داستان حتی کمدی بر ملودرام غلبه میکنه و گاهی هم این اتفاق برعکس میشه. جالبه بدونین در ابتدا طرح اولیه این مجموعه در 52 قسمت با عنوان دلخوش طراحی شده بوده، ولی در طرح دوم به روزهای آبی تغییر داده شده، چرا که دختر جوان قصه که به روستا میاد در اتاق آبی که در گذشته به مادرش تعلق داشته ساکن میشه. به همین خاطر این اتاق آبی و رنگ و فضایی که داره باعث انتخاب این اسم برای سریال شده. البته لازم به ذکره در حال حاضر هنوز متنی برای فصل دوم داستان طراحی نشده، اما پایان داستان فصل اول میتونه شروع ماجرای دیگه‌ای در فصل دوم باشه. در ادامه میپردازیم به معرفی بازیگران این سریال. اکبر عبدی در نقش ماشالله خان، ویدا جوان در نقش ساره دختر خانواده، سامان صفاری در نقش بردیا، ایرج نوذری در نقش پدر خانواده، فریبا متخصص در نقش خاله گلاب، نادر سلیمانی در نقش عضو علل بدل شورای روستا، امیر غفارمنش در نقش نیمچه، مهران رجبی در نقش شیخ رحیم روحانی روستا، علی سلیمانی در نقش رئیس کلانتری، رامین ناصر نصیر در نقش آقای طالبی معلم روستا، افشین سنگچاب در نقش هاشم سلمانی، علیرضا جلالی تبار در نقش پزشک بهداری. خوشحال میشیم شما هم نظرات خودتون رو درباره این سریال حتما برای ما در کامنت ها بنویسید. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید ممنونیم. اگر سبک برنامه های ما خوشتون میاد میتونید یکی از 4 ویدیو نشون داده شده در تصویر رو انتخاب کرده و خوشحال میشیم در ادامه هم با ما همراه باشید. آرزو میکنیم همه لحظه های زندگیتون سرشار باشه از عشق، آرامش و موفقیت.